Fauz billah minashaytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Azizai gerami در درس گذشته در رابطه با برق صحبت کردیم، فقط مختصر بعضی فرمولای خاص از برق ما شما میخوانیم، بعد از اون مستقیما میریم سر ماشین ای سی جی. در رابطه با ماشین ای سی جی گپ میذاریم، گراف قلب گپ میذاریم، تماما مسائلی که مثلا مربوط گراف قلب میشه در اونجا فعالیت های برقی قلب ما شما مورد مطالعه قرار میدیم و گراف های برقی را توسط الکتروکاردیوگرافی ما شما سرش بحث میکنیم. به اساس نیاز بود تا ما شما بعض یک مرور بسیار ساده ابتدایی را از برق داشته باشیم، به او خاطر این را ما شما سر صحبت میکنیم. دوستای نهایت گرامی، قبلا گفتیم در حالت عادی تمام اتم ها دارای تعداد پروتون ها و الکترون های مساویان، به او خاطر میگیم جسم در حالت خنثا قرار داره. یعنی مسئله الجبری از اینا را که ببینیم، پروتون جمع الکترون که است، اینا مسئله شان صفر میشه، به او خاطر اینا خنثا میباشند. اما گفتیم یک جسم زمانی که چارج میدهد، یعنی دست دهنده، ما شما در اسلام میگیم دست دهنده بهتر از دست گیرنده است، امیر که یاد بگیرین فراموش تا نمیشه. دست دهنده یا چیز چارچی که مثلا چارچ که داده میشه، او را باز میگیم وقتی که یک جسم چارچ میته دارای چارچ برقی، الکترون که میته دارای چارچ برقی مثبت میشه، و زمانی که الکترون یک جسم میگیره چارچ برقیش منفی میشه، گیرنده منفی، دهنده مثبت میباشه. خب ما شما واید اندازه گیری مقدار چارج باید بفهمیم دوستا. یکی ما شما نویت چارج داشتیم که بیشتر براتون گفتم، فعلا مقدار چارج سرش بحث میکنیم. ما واید های اندازه گیری عموما در سیستم اس آی ام کی اس و سی جی اس مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم واید مقدار چارج عبارت از کولمب میباشد. کولمب هم مقدارش برای شما گفتیم که چقدر الکترون میشه، همچنان استاد کولمب هم در رابطه بهش صحبت کردیم که یک کولمب چقدر استاد کولمب میشه در سیستم سی جی اس واحد مقدار چارج است. الان دوستای نهایت گرامی، اگر ما بخوایم درک کنیم که مقدار چقدر یک جسم چارج داره، چقدر مقدار چارج ها در یک جسم جمع شده است، ما از رابطه کیو مساوی با مثبت منفی ان ضرب در ای نمایش میدیم. ببین مثبت منفی اینجا که گفتیم اینجا دیگه یک رمز است، یعنی اگر یک جسم الکترون گرفت، چارج گرفت، منفی میشه، اینجا قیمت ما منفی میه، ولی اگر چارج داد، مقدار چارج یک جسم میبازه، باز ما نویتش مثبت میگیم. پس کیو مقدار چارج است، ان تعداد الکترون است و ای چارج الکترون میباشه. ببینید یک مثال ساده است ما شما کار میکنیم، میگیم اگر به تعداد 5 ضرب 10 برمای 20 الکترون به جسمی که خنثی است بدهیم، چه مقدار چارج در آن ذخیره میشه. اینجا ببینید دوستان، اول ما شما در حل مسائل سوالات ریاضی فیزیک اول باید کاتگوری کنیم، معلوم و مشهول جدا بسازیم، بعدا در فرمول وضع کنیم. ببینیم اینجا ان داریم، ای را داریم، کیو را هم نامعلوم است. وقتی کیو نامعلوم است ما شما میخواییم پیداش کنیم. ببینیم دوستان، فرمول کیو مساوی مثبت منفی ان ضرب در ای، ما قیمت کیو را منفی گرفتیم، به دلیل ازی گفتیم مقدار چارج میگیره، که میگیره پس منفی میشه، 5 ضرب 10 بنمای 20 ضرب در 1.6 که ضرب میزنیم. دوستان در طاقت ها خواندین که اگر قاعده ها مساوی باشه از قاعده ها یکی را میگیریم، توان ها را با هم جمع میکنیم، در نتیجه مقدار چارج شما منفی 80 کولمب میشه. از یک جسم خنسا ببینید یک مثال دیگه است، میگه از یک جسم خنسا به تعداد 3 ضرب 10 بنمای 21 الکترون جدا میشود، نویت چارج و مقدار چارج این جسم را دریافت کنید. ببینید دوستان، این ما داریم به این ترتیب، ای ما مقدارش معلوم است، ای مقدارش ما شما ابز کرده بودیم که یک الکترون دارای چارج 1.6 ضرب 10 بنمای منفی 19 کولمب است دیگه، چی است، ضرب 10 بنمای 19 کولمب. اینجا سی فراموشم شده، شما در اینجا یک سی بتین کلم، مقدار چارجش از کیو نامعلوم است. ببینیم باز کیو مثبت منفی این زد در ای است، ای بار یک جسم چارج می بازه، چارج می ته، به او خاطر ما نویتش مثبت گرفتیم. ضرب یاد دارین انشاءالله در صنف هفت مکتب طاقت ها را شما خواندین، ضرب طاقت ها در صنف شش ضرب اشاری را خواندین، انشاءالله که مشکل ندارین. کیو مساوی میشه 480 کولمب. دوستا ببینین چارج های مختلف نوع که ما میگیم، چارج های مختلف نوع یک دیگهشان رو جذب میکنن، ولی چارج های ام نوع یک دیگهشان دفع میکنن. این حالت جلب و جذب چارج های برقی است که قانونشان همینطور است.
حالا چرا این قانون وجود دارد، چرا اینا انرژی دارن، چرا یک دیگر جذب میکنن، چرا اینا را دفع میکنن، اینا بحث ما شما بر فعلا نیست، اما در مسائل فیزیک کوانت کل از اینا تشریح میشه. دوستان ما اجسام عادی داریم، اجسام عایق داریم، اجسام نیمه عادی داریم. به او خاطر اینا را میگه اجسام عادی، به اجسام گفته میشه که برق را براتی از خود عبور میدن، مانند فلزات مستقیما عبور میدن برق از خود. علت این که بعض اجسام هادی برق می باشن میگه این است که در فلزات ایون ها و الکترون های آزاد وجود داره. واقعا ایون ها و الکترون های آزاد معنا و مفهومش است که یا الکترون گرفته یا الکترون باخته. الکترون ها آزاد شده، حرکت میکنن در مسیر سرکت ها، به او اساس باز اینا که هستن جریان برق سریع از خودشان انتقال میتن. و اجسام نیمه عادی میگه از خود برق عبور میتن، اما نیمه عادی و نیمه عایق هستن، یعنی یک مقدار چارج از خود عبور میتن. و اجسام عایق هستن هیچ شارشه از خود عبور نمیتن، مثل پلاستیک، کاغذ، میز، اینا که از برق از خود عبور نمیتن. قانون بقای چارچ برقی، زمانی که اجسام چارج دار میشود میگه دیده میشه که فقط اجسام داره چارچ برقی. ببینید دوستا، قانون بقای چارچ میگه هی است که یا یک جسم الکترون میته یا الکترون میگیره، کدام الکترون جدید تولید نمیشه. بنابراین الکترون ها به جای خودش هست، نه کم میشه نه زیاد میشه. اینمی حالت در برام قانون بقایای چارج ما شما میگیم. ساحه برقی، دوستای نهایت گرامی، ما گفتیم چارج های مختلف نوع یک دیگه جذب میکنن، اما هم نوع یک دیگه شانه دفع میکنن. اینمی انرژی که اینا دارن، مثلا چارج مثبت و چارج منفی در اطرافش قوه عمل میکنه، انمی اطراف، خلاصه اطراف چارج های مثبت منفی، اطراف یعنی ساحه چارج های مثبت منفی به نام ساحه برقی یاد میکنیم. ساحه برقی یک کمیت وکتوری است. چرا یک کمیت وکتوری است؟ کمیت وکتوری را ما به کمیت گفتیم که دارای مبدا باشه، دارای انجام باشه، دارای مقدار باشه و دارای جهت باشه. ببینید ساحه برقی یک کمیت وکتوری است به دلیل اینکه مبداش معلوم است، جهتش معلوم است، به کدام مسیر میره. ببینید گفتین چارج های هم نوع یک دیگه شان دفع میکنن، مسیرش معلوم است به کدام طرف میره، اما مختلف نوع یک دیگه شان جذب میکنن، مسیر جهتشان معلوم است. به خاطر سایه برقی را به عنوان یک کمیت وکتوری ما شما قبول میکنیم. پتانسیل برقی، دوستا یک جسم مد نظر میگیریم، مثال یک جسم به نام جسم A مد نظر میگیریم، یک جسم دیگر به نام جسم B مد نظر میگیریم، هر دوی از اینا را چارج دار میسازیم. خلاصه مثلا جسم A یک مقدار چارج مشخص خاص خود داره، جسم B یک مقدار مشخص چارج خودش داره، اما چارج های از اینا که مساوی نیست. تفاوت چارج های برقی از اینا را به نام پتانسیل برقی یاد میکنن، یعنی اگر جسم A داره یک مقدار چارج باشه، B داره مقدار چارج دیگه باشه، مقدار چارج جسم A را جسم B تفریق بکنیم، اونمون تفاوت پتانسیل میشه که رو به نام تفاوت پتانسیل میکنن، تفاوت پتانسیل یاد میکنن. این انرژی در خود ذرات الکترون ها موجود می باشد که به نام انرژی پتانسیل یاد میشد. یکی پتانسیل برقی داریم، یکی تفاوت پتانسیل برقی داریم. دوستای نهایت گرامی، تفاوت پتانسیل برقی همین بود که بر شما گفته شد که زمانی که دو جسم چارج های برقی از اینا مقدار چارج های برقی از اینا متفاوت می باشد، تفاوت مقدار چارج های برقی به نام تفاوت پتانسیل یاد کردیم. اما خود پتانسیل برقی یک انرژی ذاتی است که خدای متعال در ذرات اتم ها گذاشته و ای باعث میشه که اینا در حرکت بفتن. چرا چارج مثبت به طرف چارج منفی میره؟ مثالش چرا چارج های هم نوع دیگه شان دفع میکنه؟ انرژی از کجا شده؟ ذات اصل انرژی خود خدای متعال است، ولی مباحث فیزیکی که ما شما داریم، در مباحث فیزیک باز ما شما بس میکنیم. یعنی می چارج دار بودن یک ذره علتش چی است؟ یک ذره زمانی که انرژی داره، مثلا یک انرژی بسیار خاص داره، همین انرژی خاصی که یک جسم داره، این حالتش از کجا می باشه؟ کل اینا رو سرش بحث میکنیم. تفاوت پتانسیل برقی براتون واضح شد، بیشتر تشریح کردم، گفتیم دو جسم مختلف متفاوت که تفاوت چارج ها در آن وجود داشته باشه، اگر تفاوت از اینا رو تفریق کنیم تفاوت پتانسیل به وجود میاد. چون تفاوت چارج ها بین دو جسم، چون میگه تفاوت چارج ها بین دو جسم سبب راندن الکترون ها میشه، به این خاطر تفاوت پتانسیل ما شما به نام فشار دهنده، تیلک کننده و یا محرک کننده یا موتیویشن دهنده یا الکترون پاشینگ پریشر نیز ما شما یاد میگیم. یعنی امی تفاوت پتانسیل باعث میشه که چارج ها به یک مسیر
حرکت بکنن. هر قدر تفاوت پتانسیل زیاد باشد، دیگه مسیر مشخص از اونها زیادتر می باشد، چارج ها زیادتر حرکت میکنن. پس تفاوت پتانسیل عبارت از عامل محرک الکترون ها، یعنی الکتروموتیو فورس در یک سرکت برقی یاد میکنن، یعنی انگیزه دهنده حرکت الکترون ها در یک سرکت برقی را متفاوت پتانسیل گفته میتونیم، به نام الکتروموتیو فورس یادش میکنیم. زمانی که الکترون ها از نقطه A به نقطه B انتقال می نمایند، در حقیقت کار را انجام می گیرد که چارج A را از یک نقطه به نقطه دیگر. کار دوستای عزیز، یاد دوره مکتب شما بخیر، چون مضامین فیزیک شما که از یک مقدار شما را به طرف مکتب میبره، کار شما خواندین. کار میگیم زمانی که یک جسم زمانی که به یک فاصله انتقال میکنه، باز میگیم مقدار کار انجام شده. تا در فیزیک این یک مسئله است، اما ما شما همیار درس میتیم، گپ میزنیم، انرژی از کار از انرژی به مصرف میرسه، اما این انرژی را ما در فیزیک به نام کار گفته نمیتونیم. ما کار فیزیکی را ما در فیزیک سرش بس میکنیم. کار فیزیکی که میگیم، معنا مفهومش یه زمانی که یک جسم سرش قوا وارد میکنیم و جسم یک مقدار از جایش به جای میسازیم، اون رو کار میگیم ما شما. اما اگر ما شما سر یک جسم فشار وارد میکنیم، اون رو از مسیرش به جای ساختن نمیسازیم، به جای به معنای عزیز که ما شما کار انجام ندادیم. بنابراین زمانی که یک چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنه، در حقیقت این هم کار انجام میده. به طور خلاصه پتانسیل برقی بین دو نقطه را ما شما پتانسیل برقی که گفتیم یعنی انرژی ذاتی که دارم. یک نفر مثلا شما دیده باشین برش میگه بسیار انرژی پتانسیل داره، یعنی انرژی که در درونش هست خیلی زیاد. یکون تو میگم من احساس بسیار انرژی میکنم، یعنی انرژی پتانسیل، یعنی انرژی درونی من خیلی زیاد است. اتم ها، الکترون ها هم در ذات خودشان انرژی داخلی دارن که انرژی پتانسیل یاد میکنیم، ولی در فیزیک ما از کدام فرمول مقدار از اینا رو دریافت کرده میتونیم؟ ما میگیم که از رابطه V مساوی به W بر Q. یعنی به طور خلاصه پتانسیل برقی عبارت از مقدار کار فی واحد چارج میباشد. هر قدر کار زیاد انجام شود، مانای عزیز پتانسیل برقی زیاد است. هر قدر که مقدار چارج زیاد باشه، مانای عزیز که پتانسیل برقی کم است. در مخرج رابطه معکوس، در صورت رابطه مستقیم. V با W رابطه مستقیم، V با Q رابطه معکوس داره. تناسب شما خواندین دیگه، میفهمین ان شاء الله. واید اندازه‌گیری تفاوت پتانسیل برقی را ما شما می جول بر کولم، ولت. ولت جول بر کولم است. معنایش این است که یک ولت عبارت از مقدار انرژی است که در حقیقت کار یک جول مقدار یک کولم چارج انتقال میده با کار یک جول. ببینید اینجا واضح است، از روی زیمه تشریح میکنم. ولت میگه مقدار انرژی است که کار یک جول در مثلا در یک، از پیش ما غلط نشه، مقدار یک کولم چارج توسط یک جول کار، یعنی یک جول کار که انجام میشه توسط یک کولم چارج، او را ما شما یک ولت میگیم. ولت اونم انرژی است که یک کولم چارج برقی توسط کار یک جول انجام میده. برای انتقال به یک مثال ساده میده میگیم، برای انتقال 20 کولم چارج از نقطه A به نقطه B 100 جول کار اجرا شده است. تفاوت پتانسیل برقی بین نقاط A و B را دریابید. ببینید دوستان، ما کار جدا ساختم، مقدار چارج جدا ساختم، پتانسیل برقی جدا ساختم. پتانسیل برقی V مساوی W بر Q، از جنسش V مساوی میشه 100 جول بر 20 کولم، از جنسش V مساوی میشه 5 ولت. دوستان عزیز، مقاومت برقی داریم. انسان ها همیشه در حالت طبیعی قرار دارن، میخواین با هر پدیده طبیعی مقاومت داشته باشن، خاصیت انسان است، اما در اجسام هم عین ترتیب است. ببینید مثلا یک نفر در موتر میلی بس حرکت میکنه، موتر بریک میگیره، اما او میخواد حالت یک تکان میخوره، اما میخواد حالت ساکن بودن خودش را حفظ کنه، یعنی یک مقاومت انجام میده. دوستای نهایت گرامی، در سرکت ها که میگیم مسیری نهایت گرامی، وقتی که سرکت ها میگیم، سرکت ها معنا و مفهومش است که جریان الکترون ها در اونها وجود داره. اما ببینید بعض اوقات زمانی که برق از یک سیم عبور میکنه، سیم از خودش یک حرارت را،
ایجاد میکنن. زمانی که برق گل کنین شما به او سیم دست بزنین، ببینین که سیم داغ میشه. معنا و مفهومش این است که زمانی که الکترون ها که حرکت میکنن در سیم، از طرف خود سطح سیم مانع در مقابل الکترون ها ایجاد میشه. یعنی این استیکاک که استیکاک شما خواندین دوستای نایت گرامی، استیکاک که در خود جسم سیم فلزی وجود داره، باعث میشه که الکترون ها یک به اندازه بسیار ناچیز یک مقاومت در خودش ایجاد شود که اونمو را به نام مقاومت برقیات میکنیم. چرا یک هادی در اثر جریان الکترون ها گرم میگردن؟ به خاطر مقاومت برقی است، استیکاک انجام میشه. یعنی ببینید چارج های برقی با دریافت انرژی از مولد، مولد یعنی تولید کننده برق، در هادی حرکت میکنند که این چارج های برقی در مسیر خود به سیم های هادی که در حالت نوسانند. سیم های هادی در حالت نوسان یعنی اهتزاز دارند، حرکت دارند، نوسان حرکت برخورد کرده و بخش از انرژی خود را از دست میدهد که این موضوع باعث گرم شدن هادی میشه. بیشتر واضح ساختیم انشاءالله که میفهمید. تاثیرات برقی از دوستا، برق از خود سه نوع تاثیرات داره. تاثیرات حرارتی که از سر مقاومت برقی به وجود میاد، یعنی جسم گرم میشه. تاثیرات کیمیایی هم داره دوستای نایت گرامی، حتی در وجود انسان تاثیرات کیمیایی داره. یک آدم برق میگیره بی رنگ زرد میگرده، به خاطر از اینکه یک تداخل، یک مداخله ایجاد میشه داخل بدن. داخل بدن هم تعاملات کیمیایی وجود داره. مثل که یک استاد درس بده، یک نفر بیه مزاحمت کنه، یک چیغ بزنه، یک موبایل چالان شه، یک خواندن بسیار مثلا مست پلی شه، بیبی استاد بیچاره چهرهش تغییر میکنه، منتظر مکس میکنه، منتظر میشه که آدم زنگ خوره جواب بده. عین ترتیب تاثیرات کیمیایی داره. مثلا بعض اوقات در روی مواد کیمیایی که برق شما عبور میتین، ببین رنگ خود تغییر میده، رنگ مثلا رنگ خود زرد میسازه. مثلا ببینین که مثلا به تیزاب مثلا شما چیکارین جریان برق عبور بتین، ببینین که یک حالت عجیب و غریب خاص خودش پیدا میکنه. یعنی تاثیرات کیمیایی هم برق داره، ولی این تاثیرات کیمیایی بعض اوقات یک موتیویشن بالای بدن انسان داره. شما ببینید دیوانه ها را شاک میتن، شاک به دلیل از این میتن که اینا میخواین که دوباره امو حرکت های برقی مغز انسان دوباره فعال شود. نیورون ها، اجرات نیورونی، نیورون ها و اجرات آخذوی مغز دوباره فعال شود و باعث شود که انسان پس هوشیار شود. تاثیرات مغناطیسی هم داره دوستای برق. زمانی که از یک سیم فلزی برق عبور میته، خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه. شما ببینید چی هست، با یک سیم اگر زیاد برق عبور کنه، یک وقت اگر آهن نزدیک کنین جذبش میکنه. معنا و مفهومش این است که خاصیت مغناطیسی را هم برق از خود داره. برق بسیار کمالا داره دوستای نایت گرامی. همین حالا که شما آواز ما رو میشنوین، اگه برق نباشه شما کار کرده نمیتونین دیگه، درس ما رو متوجه نمیتونین. مغناطیس برقی، الکترومغنیت. دوستای نهایت گرامی در بحث آینده الکترومغنیت میخوانیم، ماشینی سیجری میخوانیم، فعالیت های برقی قلب میخوانیم، در رابطه به حجرات و عضلات و قلب گپ میزنیم و انشاءالله که موفق سرفراز باشین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.